به نام خدا. روز پیشتر ما شما سر ساختمان اتم گپ زدیم. ساختمان ابتدایی اتم را ما گفتیم که اتم به دو قسمت ساخته شده، یکی هسته یکی مدارها. ده هسته دو نوع ذرات حرکت میکرد، پروتون ها و نیوترون ها. در مدارها یک ذره وجود داشت به نام الکترون. ما سر از اینکه پروتون چیست، الکترون چیست و نیوترون چیست صحبت های داشتیم، اما فعلا ما به حساب ساختمان ابتدایی اتم در مورد مدارها یا سویه های انرژی گپ میزنیم. مدار یا سویه های انرژی، مدار رو وقتی که میگن مدار اونم مسیر است که الکترون ها در او چی میکنه، حرکت میکنه. مدار اونم مسیری است که در او الکترون ها چی میکنه، حرکت میکنه، یا جایی که در او الکترون قابل دیده رو به نام چیز میکنن، به نام مدار یاد میکنن. این حاله در اطراف هسته میگن که مدارهای اصلی وجود داره، مدارهای فرعی وجود داره و اوربیتال ها وجود داره. مدارهای اصلی، مدارهای فرعی و اوربیتال ها. مدارهای اصلی در گذشته میگن در اطراف هسته هفت مدار اصلی وجود داشته یا داره میگفتن که داشته. کیچی است؟ کاز، الاس، اماس، ان، او، پی، کیو. K L M N O P Q. مدارهای فرعی در سیستم کتابای سابقه یا سیستم های سابقه که هستن، مدارهای فرعی رو میگن که چهار مدار فرعی هستن: S P D F. متوجه باشین الله سر مدار G هم صحبت های وجود داره، میگن که تانسته انسان ها او رو کشف کنه، سرش کار بکنه. یعنی وقتی که میخواین امیال فعلا یک سده اجدان سر پوره شده، یک سده اجدان سر که هفت پریود است پوره شده، میفهمین سر اناسار کار میکنن که باید بعد از او قرار داشته باشه. وقتی که بعد از او قرار داشته باشه، اول باید یک مندار فرعی برمیان به در اوجه امو تکسیر ساختن سیما یا ساختمان شد تقریبا تکمیل کرده بودن، جور کردن، اما یکی چه قسمی انسر با میان میاد والله اعلم، ترسود درگه من معلومات ندارم. اما اوربیتال چیز، اوربیتال به معنی لانه است یا آشیانه، لانه یا آشیانه. اما اوربیتال میگه فضایی است که احتمال موجودیت الکترون در اونجا باشه، فضایی است که احتمال موجودیت الکترون ها در آن در حدود 90 الی 95% باشد. یعنی 95% یا 90 تا 95% کم 95% بسیار درست تر است، 95% احتمال موجودیت الکترون در اوجه میه. زمانی که شما زیر الکترون مایکروسکوپ این فضا رو میبینید، مثل که در شیشه کف کرده باشید، اون یک غبار دیده میشه. از این خاطر اوربیتال را به نام ابر الکترونی هم یاد میکنه. ابر چی؟ زمانی که شما در الکترون مایکروسکوپ میخواین نمی قسمت رو ببینین، مثلا از هیدروژن را، از هیدروژن رو ببینین، فکر میکنین که نموجه شما چی است؟ در سلاید کف کرده، نه تکسیر فکر میکنین، یعنی در اوجه چی است؟ مثل یک غبار یا یک ابر دیده میشن، دیده میشن. به هر صورت گفتیم مدارها یا سویه های انرژی در اطراف هستن، مدارهای اصلی وجود داره، مدارهای فرعی و اوربیتال ها وجود داره. مدارهای اصلی به حرف های بزرگ K L M N O P Q نشون میدن و مدارهای فرعی به حرف های کوچک S P D F نشون میدن. اوربیتال فضایی است که احتمال موجودیت الکترون ها در او چقدر باشه؟ 95% باشه. خب گوش کنین، اگر فرض میکنم که ما همین مدارهای اصلی، مدارهای فرعی و اوربیتال ها را یک جدولک تقسیم کنیم، نشان بدیم که چه خصوصیات داره. مثلا من نشته میکنم که شماره مدار اصلی، اینجا نشته میکنم که نام مدار اصلی، اینجا نشته میکنم که تعداد اوربیتال هایش، اینجا نشته میکنم که تعداد الکترون هایش. این از مدار های اصلی. یک مدار، دو، سه، چهار، پنج، شش،
خب این جگه شما را مدار بگیم یک دو سه چهار پنج شش و اینی هم مدار چندم؟ این مسیر چی؟ هفت سکره هفت مدار اصلی نام هایش K L M N O P Q چند مدار شد؟ هفت مدار شد این حال هر مدار داره مدارهای فرعی است این نوشته میکردم که مدارهای فرعی مدارهای فرعی با نام های S P D F یاد میکنم میگن که S مانا شارپ است یعنی تیز از کلمه چی بتاشت شارپ یعنی چی تیز P پری فیرال یعنی محیطی دی دف رنت و اف فار فار دور میگن درست؟ پس به این شکلی نام گذاری شده خب اس پی دی اف خب اس دارای یک اوربیتال است دارای چند اوربیتال؟ یک اوربیتال است پی دارای سه اوربیتال است دی داره پنج اوربیتال است و اف داره هفت اوربیتال خیلی اینی قسمت داشته بکنم تعداد اوربیتال های مدار های فرعی اینجا داشته بکنم تعداد اوربیتال های مدار فرعی ده اس دیدن چند اوربیتال بود؟ یک ده پی سه ده دی پنج و ده اف هفت اوربیتال متوجه باشین یک اوربیتال گنجایش دو الکترون نداره یک اوربیتال گنجایش چند الکترون داره؟ پس نوشتم میکنم که که صرف یک مدار فرعی داره نامش چی است؟ S L دو مدار فرعی داره S و P M سه مدار فرعی داره S P D سکر تو اینجا خوب است یک دونه زیاد میشه The M که مدار چهارم است یک مدار فرعی دیگه همش S P D F در اینجا در O که است S P D F سکر زیاد نشد کمام نشد در اینجا که کم میشه S P D ده اینجا؟ S و چی؟ P سکو S یک اوربیتال P سه اوربیتال D پنج اوربیتال F هفت اوربیتال یک اوربیتال گنجایش چند الکترون؟ دو الکترون سه اوربیتال؟ شش الکترون پنج اوربیتال؟ ده الکترون هفت اوربیتال؟ چهارده چی؟ الکترون سکو من میگم پایر گفتم فیلن برتون میگم که چی گفتم؟ گفتم در اطراف هسته هفت مدار اصلی وجود داره گفتم؟ نامش چیست؟ K L M N O P Q مدار اصلی اول یک مدار فرعی داره نامش چیست؟ S مدار اصلی دوم دو مدار فرعی داره S و P مدار سوم S P D مدار چهارم S P D F مدار پنجم S P D F مدار ششم S P D مدار هفتم دو مدار داره S و چی؟ P S یک اوربیتال داره P سه اوربیتال داره D پنج اوربیتال داره F هفت اوربیتال داره یک اوربیتال چند الکترون میگرفت؟ دو اوربیتال، این سه اوربیتال، شش الکترون، پنج اوربیتال، ده الکترون، هفت اوربیتال، چهارده الکترون. خب، این حالا من در تعداد اوربیتال های مدار های اصلی. اس چند اوربیتال داشت؟ یک اوربیتال. یک اوربیتال داشت نه؟ پی چند تا داشت؟ سه و یک، چهار اوربیتال. خب، اس یک اوربیتال داره، اینجا سه داره، یک و سه، چهار، چهار و پنج، نه اوربیتال. در مدار چهارم میرم F چند اوربیتال داشت؟ هفت این چند تا داشت؟ پنج هفت و پنج دوازده دوازده و پانزده پانزده و یک شانزده اینجا چند تا بود؟ هفت این چند بود؟ پنج هفت و پنج دوازده این چند بود؟ سه دوازده و سه پانزده این چند بود؟ یک پانزده و یک شانزده رئیس اکرین چند اوربیتال بود؟ پنج پنج و سه هشت هشت و یک نه اوربیتال خب اینجا سه اوربیتال، اینجا چند اوربیتال؟ یک، یک و سه، چهار اوربیتال. این حال ما شما گفته بودیم که یک اوربیتال گنجایش چند الکترون نداره؟ دو الکترون. پس یک اوربیتال در مدار اول چند الکترون است؟ دو الکترون. مدار دو، چهار دو هشت، مدار سه نو دو، سی و دو، سی و دو، هجده، هشت الکترون. پس ما شما تانستیم با کمک از این جدول اگه این جدول را یاد داشته باشیم ما میفهمیم که چند مدار اصلی وجود داره چند مدار فرعی وجود داره در هر مدار اصلی چند مدار فرعی وجود داره هر مدار فرعی چند اوربیتال داره و چند نانا چی داره؟ الکترون داره بفرمایید سر